اینجا با همون دانشگر نخش مدرسه دانش کنیم، خیلی عمرش بخواهی ندارم. موتور برامون آورد، مد زانی بمون موتور برد موتور بر برامون نام خیلی کار می‌خواست بکنه. یه استخ می‌خواست اینجا بسازه که مثلا خدا رحمتش کنه پرکار بود که آبمون زمفسول نداره. خیلی پرکار بود. بعد میگفت قناتمون ما رفت دیدیم، گفت که می‌خوام یه چعمیق بزنم برات. بعد اینا که شهید شد، اون وقت وقتی فهمیدی پول شهید باباییه، او همه دیگه گریه کرد. بچه‌ها چه دیر تو را شناختن. شفتمشون حتا انسانی مثل خودش میذازه و این پرچم رو برافراشته نگه میدارن و انشاءالله که بتونیم ما پا بذاریم جای پای اون و حتما خواهیم گذاشت با تمام وجودمون انشاءالله. سرلشکر شهید عباس بابایی، این مرد مؤمن، این ارتشی پداکار که مظهری بود از محصول انقلاب در ارتش. سخت است که بگوییم برایت یاد بود گرفته ایم. الان 24 ساعت میزنه، به نظرم من بیش از یک قرن میزنه. خیلی سخته. یاد بودت بهانه ای شد تا با ناگفته هایت آشنا شویم. اینجا ما این پشت خونمون یه آقایی بود نابینا بود. این بچه شبای جمعه می اومد برای اول به جایی که پدر مادرش ببینه میرفت اونو کل میکرد میبرد این طرف خیابون سعدی، یه دونه حمام سعدی بود الان شده بانک ملت، میبردن اونجا اینو حموم میکردن بعد میبردن مثلا خونهشون. بعد از شهادتش ما فهمیدیم ایشون از همه جلوتر بودن، خط شکم بودن. روزی متوجه میشن در زمانی که فرمانده بودن، فرمانده پایگاه اصفهان، که شخصی با همسرشون و 8 فرزندشون در یک منزل دوخوابه زندگی میکنن. اومدن منزل و از من خواستن که برنامه‌ریزی بکنیم و خونه ما که بسیار بزرگ بود، افسری بود، جابجا بکنیم با اون خانواده. میگفت من سربازم مثل بقیه سربازا، سرشو میتراشید مثل سربازا و دسری که بعد از غذا به فرمانده میدادن نمیخورد، میگفت چون سربازا دسر نداره. چه خوب حق سخن را ادا کرد هم رزمت، صدای تعزیه خواندنت را هنوز به یاد داریم. حسین جانم من کد روز ازل مهر تو در دل پروریدم، بین خوبان جهان تنها تو را من برگزیدم. اللهم لبیک، این آخرین کلام شهید عباس بابایی در عید سعید قربان بود. او که در اوج آسمان ها محرم شد و به خدای حجاج پیوست.